تو استگرامی میبینین که بافت جاکت ما یا بلوز ما تقریبا تمام شده، قسمت پیش روی و پشت سر بافته شده و سرای شانه را هم به هم وصل کردیم و هر دو طرف بغلای جاکت هم وصل شده و یا دوخته شده. شما میتونین کمرای سوزن و یا همراه خودی کروشنیل هم میتونین کنار به هم وصل کنین و حال سر قسمت آستین زیر برتون نشان میتونم و یک آستین زیر بافتیم و آماده شده و میبینین که آستین البته جدا میبافیم و بعدا قسمت سر آستین به این شکل. البته ما رنگایی که مثلا شما میبافین رنگای دلخواهتان میتونین رنگ آمیزی کنین و رنگ بندازین. ما چون بیرق افغانستان خیلی دوست داشتم، به رنگ بیرق افغانستان ایره ما رنگ آمیزیش انداختم و امیدوار هستم که شما خوشتان اومده باشه و هر رنگ و هر چیزایی که مثلا خوش داشتین میتونین در این رنگ در این بافت استفاده کنین. خب برای بافت آستین البته این قسمت برای جای آستین که باز ماندیم میتونین که در خود جاکت هم ببافین و میتونین که علایده هم ببافین. ما علایده میبافم، البته این قسمت اندازه گرفته. برای سر انداختن آستین ما یک مقدار زنجیره رو میبافیم و بعدا اندازه میکنیم که تا چی اندازه میباشه. همی دور آستینه که گفتم و دور برای از اینکه جای آستین بازمانده و همی قسمت برایش و همی اندازه ما زنجیره میبافیم. و همی ترتیب ما زنجیره ها رو بافته و اندازه که ما ماندیم و مقدر زنجیره میبافیم. میبینین که مقداری که مثلا جای آستین ما بازمانده بودیم با مو اندازه زنجیره ها رو بافتیم. البته زنجیره رو یک مقدار کش میگیریم، زیاد کش نمیگیریم، بسیار همینطور یک ملایم کش میگیریم تا وقتی که بافت آستین ما تمام شد، یعنی از این اضافه تر نکنه و برابر با هم باشن. و یا میتونین هم که حسابی به اندازه هر لای از اینجا که ما داریم، یعنی هر لایه زیر دو دانه از زنجیره بندازین. باز هم به بافت زنجیره ها را مثلا ما بافت پایا بلند می بافیم. سه دانه اولی را نمی بافیم، دخانه چهارمی یک پایا بلند می بافیم که سه دانه ما به عنوان یک پایا بلند حساب میشه. به می ترتیب با بافت ما ادامه میدیم بافت ما به این شکل ادامه میتیم و تمام زنجیره ها را با پای بلند میبافیم و بافت ما البته لای بعدیش هم عین شکل و عین چیز میباشه. همین شکل با بافت ما ادامه میتیم تا اندازه مورد نظر ما و یا اندازه که ما میخواییم در رازی آستینه بگیریم تا می اندازه را ما میبافیم. البته شما میتونین کمرای کدام جاکت دیگه و یا متر میتونین دستانه درازی آستین دانه اندازه بگیرین و به ما اندازه ببافین. دوستان میبینین که ما اندازه آستینه تقریبا رو به خلاصی میباشه و میخوایم که این قسمت آستینه کمواری کم کنم بخاطر از اینکه قسمت سر آستین طرف که میه باید یک کمک ذره جمع‌تر شد. به خاطر یک دو دانه را اگر خواستین هم شما میتونین که کم کنین. البته کم کردن ازی به این شکل میباشه.
لای ما تقریبا تمام میشه و پایه بلند بافتیم. در این خانه آخری که ما لای قبلی سه زنجیره بافته بودیم، در این نمی بافیم و از همینجا دوباره پس سه زنجیره بافته و روی بافته ما رو دور میتیم و خانه بعدی پایه بلند میبافیم و به می ترتیب با بافته ما ادامه میتیم. لای بعدی رو به مو شکل اگر خواستین مثلا کم کنین به می شکل کم میشه و در غیر از اگر نخواستین هم میتونین که با بافتان ادامه بتین. میبینین که بسیار ساده میباشه، هیچ کدام کمی و یا اضافه گیده آستین نمیبینیم، فقط سرک انداختیم و میدیم به بافت ما ادامه میتیم و تا که آستین بندازی دلخواه ما که رسید، بعد از او باز ما نقش سر آستین برتان نشان میتیم که چی رقمی قسمت باید ببافیم. خب دوستای گرامی، میبینین که آستین بندازی دلخواه ما رسیده و حالا چون ما یک لا بافتیم آستینه و حالا میخواییم که از این قسمت به خاطر که سر آستینه اگر ما بخواییم به این شکل ببافیم باید یک جای کنیم. البته دوره ای هم یعنی گردان بافته میشه، ولی چون به خاطر این قسمتی که درز میایه این راست میایه و به خاطر ما این را یک لا بافتیم و حالا ما این را به هم دیگر وصل میکنم. این قسمت یک زنجیری که داریم با هم وصلش میکنیم به این شکل. سی زنجیره بافته و در خانه دومی باز هم یک پایه بلند می بافیم، سه پایه بلند زنجیره اولی را که اینجا بافتیم، سه زنجیره اینا هم با عنوان یک پایه بلند حساب میشه و لای اول از ایره ما به این شکل می بافیم که سه پایه بلند و در یک خانه سه پایه بلند با هم یک جای می بافیم. خانه چهارمی سه پایه بلنده یک جا با هم می بافیم. باز هم سه پایه بلند در خانه چهارمی سه پایه بلند در یک خانه. این لاره پوره یعنی دوره پوره با می شکل با بافت ما ادامه میتیم. دوستای گرامی، لای ما تمام شد و میبینین که لاره تماما با سه پایه بلند و سه پایه بلند در یک خانه به می شکل همگیشه بافتیم و حالا در این قسمت ایره با هم وصلش میکنیم. سه پایه بلند بافته و لای دومی را شروع میکنیم. لای دومی ما قسمی که میبینیم که بالای سه پایه بلند را که در یک خانه بافتیم دو پایه بلند بافته میشه و در این خانه ای که سه پایه بلند تنهایی را وسط زینا به این شکل یک سه پایه بلند و وسطش دو پایه دو زنجیره و باز هم سه پایه بلند را این شکل میبافیم.
چهار زنجیره بافته و به این شکل از یک یک دانه را ما از بالای میل خلاص میکنیم به این شکل. باز هم یک دو سه زنجیره دوست و باز هم دمی خانه یک دفعه دو دفعه و دفعه سومش. باز هم یکی دو و سه یکی دو سه و این شکل. باز هم در این قسمت بالای پای وسطی و یا دومی ما که سه پای بلند در یک خانه بافته بودیم باز هم به مو شکل می بافیم یکی دو سه یک پای و زنجیره. باز هم یکی دو سه باز هم به مو شکل به بافت ما ادامه میدیم سه پایه بلند شد به این شکل به بافت ما ادامه میدیم تا همه ای دوره تمام کنیم. باز هم لای ما تمام شد دوستان میبینین که ای بار پای بلند ما یک کمی متفاوت است مثل لاهای قبلی باری نمی بافیم یعنی شکلش یک کمی متفاوت می باشه پای بلند های قبلی را یک بار با دو بار تار کش می کنیم دفعه با سه بار و یک زنجیره دوست باز هم سه پای بلند یک زنجیره دوست باز هم پای بلند و در این قسمت با هم وصلش میکنیم خب این لا هم به این شکل تمام شد و لای بعدی را ما فقط امی شیوه بافت ما امی می باشه فقط جایش فرق میکنه یعنی در بین شش دانه پای بلندی که بافتیم دو پای بلند میشه و در بین دو پای بلند اینجا شش پای بلند می بافیم. به این شکل در وسط پای بلند خدا می رسانیم و چهار پای بلند بافته البته پنج پای بلند می بافیم بخاطر که این بار اینجا دو پای بلند می آید به این شکل. باز هم در وسط از این ما شش پای بلند با موشی و می بافیم البته بار در وسط از اینا دو زنجیره می بافیم. در لای قبلی یک زنجیره بود در وسطشان و در ایلا ما دو زنجیره می بافیم.
در این خانه که دو پای بلند می بافیم و سطح زیر یک زنجیره می بافیم. سی پای بلند، دو زنجیره و باز هم سی پای بلند. و این لا را به این شکل می بافیم. البته لاهای بعدی را به این شکل می بافیم، هیچ کدام فرقی نمی کنه، فقط جایش تغییر و تبدیل میشه، دیگه کدام اضافه و کم و زیادی نداریم. و میتونین امیلا ها را میتونین شما به رنگ های مختلف شروع کنین، هر قسم که میل و پسند خودتان می باشه، و لاهای بعدی را به می شیوه به می ترتیب پیش می بریم. خب دوستان میبینین که دو رنگ سیاه و سرخ ما بافته شده و حالا رنگ سرخ ما آخرین لایش هسته که ما بازم برتان نشان میتونم در اینجا وصلش میکنیم. به این شکل وصلش نموده و باز هم یک از وسط از این خانه هایی که اینجا ما داریم یک زنجیره بافته به این شکل. باز هم یکی دیگه به خاطر از اینکه ما میخواییم که در این قسمت برسانیم تا تار سبز باز وصل کنیم به این شکل. و حالا تار سبز میگیریم تار سرخ قطع میکنیم، با این قسمت یک گره میزنیم که باز نشه. به این شکل تار دیگه ما میخواییم وصل کنیم، به این شکل وصل میکنیم. و اگر خواستین یک زنجیره را همراه هر دوش ببافین تا اینکه تار سبزتان محکم تر شود. یک زنجیره یا دو زنجیره را متبقی را باز دلا بلای بافتتان تیر کنین، همراه سوزن و یا همراه خود میلی کرشنیلتان. و اینجا ما 5 زنجیره ببافیم و باز هم پای بلنده که به این شیوه متفاوت است می بافیم. و در اینجا می بینیم که دو پای بلند است در وسط زینا، باز هم به می شیوه مختلف پای بلند می بافیم. 3 پای بلند، باز 2 زنجیره در وسط، باز هم 3 پای بلند. در این شکل با بافت ما ادامه میدیم تا این دوره را باز ختم کنیم و سیلا سبز بافیم بالای ازی. دوستان میبینین که سیلای سبز ما هم تمام شد. البته تا این قسمت کل بافت ما یک شکل بود و یک رقم بافتیم. و حال تار دیگه ما رو وصل میکنیم که این بافت یک مقدار متفاوت تر می باشه. یعنی از پیش که مثلا ما می بافتیم یک بار تار بالای میل ما دور می دادیم و این بار بر بافت ازی ما تار دو بار بالای میل دور می دیم. تار ما قبلا بند کرده بودم، 1، 2، 3، 4 دوبار تار بالای میل دور میتیم و اینجا
مثل دفعه قبلی، دفعه قبلی یک بار از یک تار خطا می دادیم و این دفعه از دو تار به این شکل دوبار تار دور میتیم بالای میل. این بار دو تار از بالای میل میکشیم دو دفعه و یا سه دفعه. دو زنجیره در وسط باز هم به مو شکل تار دوبار بالای میل دور دادم. دو تار، دو تار و باز هم دو تار. دو تار، دو تار. به این شکل. و باز هم در این قسمت شما میبینیم که بالای سه خانه سه پایه بلندی که اینجا بافته بودیم دو پایه بلند بافته میشه. فقط تنها طریقه بافتش مختلف است. یکی، دو و یا سه. در این خانه دو زنجیره میبافیم. دو تا و یا دو تا و یا باز هم دو تاره، دو تار و یا آخری با می ترتیب با بافت ما ادامه می دهیم و تا این دوره تمام کنیم. دو زنجیره در وسط به این شکل با بافت ما ادامه میدیم تا پوره لای ما تمام شوه. البته میبینیم که این قسمت هم دو دانه زنجیره بافتیم، اینجا هم دو دانه زنجیره بافتیم و اینجا هم. و به می ترتیب با بافت ما ادامه میدیم تا پوره این دور خلاص کنیم یا تمام کنیم. بعد از او باز ما این قسمت هم میبافیم. ایلا هم تمام شد دوستا و حالا هیره در اینجا وصل میکنیم به این شکل و و حالا این قسمت نقش ما رو می بافیم. سه زنجیره بافته بعد بالای یزی خانه یک پایه بلند می بافیم. به این ترتیب چهار پایه بلند می بافیم و چهار میره در بین یزی خانه می بافیم. چهار زنجیره بافتم. روی بافت ما رو دور میتیم و در این قسمت زنجیری سیوم البته وصلش میکنیم به این شکل. یک زنجیره بافته و در بین از این خانه هفت پای بلنده می بافیم. شش میام هفتم. باز هم چهار پایه بلند بافته. سه و یا چهارم. دبای نزی خانه ها دو دانه می بافیم. دو دانه دبای نزی، دو دانه دبای نزی.
و باز هم 4 زنجیره بافتم و این بار دوستا از این قسمت خانه که خالی است از این قسمت ما تار ما رو میکشیم و وصلش میکنیم. دوباره روی بافت ما رو دور میکنیم و 7 پایه بلند اینجا میبافیم. هفتم شد، باز هم در این قسمت یک پای بلند بافته، دو دونه پای بلند به این از این خانه خالی می باشه. دلای قبلی اینجا دو زنجیره بافته بریم و سومی را بالای پای بلند ما میشه 4 دانه. باز هم 4 زنجیره روی بافت ما را دور داده، از این قسمت میله ما را انداخته و وصلش میکنیم. باز هم در این خانه 7 پای بلند میبافیم. با می ترتیب و با می شکل پورا دوره از این آستین ما را به می شکل می بافیم و می بینیم که بسیار نقش ساده و مقبول می باشه.